مدرسه بودیم که شما هم در جریان هستیم، در گروپا شریک ساخته شده که هر کسی که دارای یک از اون پنج شرایط که اقلیت قومی است، اقلیت مذهبی است، دیدگاه سیاسی متفاوت است، عضویت در گروه خاص است، از نظر ملیتی مشکلات دارد، او اتومات مهاجر پذیرفته میشه یا نه؟ در بین کسایی که از افغانستان اینجا آمدن و بیرجا شدن، آیا کسی را شما میبینید که حداقل سه تا از این موارد با خودش نداشته باشه؟ گفتن نه، همگی واجد شرایط است و همگی مهاجر پذیرفته شدن اینجا هستند. ولی خب بعدش قدم بعدیش است که ما سه تا راه هم داریم، یکیش بازگشت داوطلبان است، یکیش دادن حقوق مساوی به شهروندان یعنی کشور میزبان است، و سومیش اسکان مجدد است. اولیش ناممکن است چون فعلا اوضاع وطن شما میبینید. دومیش حقوق مساوی به شهروندان اندونزیا را کسی برای ما دادن ایوانا نیست، چون اندونزیا عضو کنوانسیون 1951 مهاجرین نیست. میمانه یک راه حل که اسکان مجدد است. شما چقدر روی این بخش کار کردید؟ دستاوردتان چی است؟ ما عین خواست را تظاهرات قبلی داشتیم، جواب شما برای ما چی است؟ بعد گفت چیزایی را که من جواب میدم اینا جواب های شخصی خود مسئول یونیسیا ادارات مختلف داره، مسئولین مختلف داره، هر کس در بخش خودش جواب خواهد داد. ولی چیزایی را که گفتن من خیلی خلاصه میسازم، خانم فرهنگدوز با آقای احمدیان بود دنیای یادداشت کردن را میگم. یک خبر خوشحال کننده هم ایست که گفت در سال 2022 تعدادی پذیرش هم کشورها وعده دادند به یونیسیا و اندونزیا که بیشتر میشه، تعداد اسکان مجدد چانسش بیشتر میشه برای مهاجرین اندونزیا. هر جمعه الان متحد امریکا و نیوزیلند که کم کار میدن برای ما بعد چراغ سبز نشان دادن. و هر وقت فعلا کارشان حضوری نیست از طریق ریموت است، در این فکر هستم که چطوری میتونم کنسولینگ بردی حضوری بسازم در صورت که کار انجام شود حتما برای مهاجرین افغانستانی خواب کنم. هیچ مشکلی گفتن ما با تظاهرات مسالمت آمیز نداریم، که حق شماست، همیشه میتونیم به این دادخواهی کنیم، ولی مسالمت آمیز باشد، با قوانین اندونزیا در تضاد نباشد. تظاهرات امروز بسیار زیاد تهدید کردن برخورد ما شما را و گفت شنود ما شما را، هیچ مشکل با چنین چیزی ندارد. تمام معلومات در صفحه هلپ یونیسیار نشر میشه، گفت شما میتونید در اونجا